بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان سوری اعلام کرد با تشدید درگیری ها میان حزب الله و اسرائیل بیش از 30,000 نفر از مرز لبنان وارد سوریه شدند. به گزارش رویترز، حدود 80% از کسانی که در 3 روز گذشته از مرز لبنان وارد سوریه شده اند، ملیت سوری دارند و 20% از آنها نیز لبنانی هستند. عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق، دیواری امنیتی به طول 60 کیلومتر در طول مرز عراق و سوریه را افتتاح کرد. در همین راستا وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد وزیر کشور علاوه بر دیوار قبلی، یک دیوار 60 کیلومتری در مرز عراق و سوریه افتتاح کرد و مجموع مسافت طی شده توسط این دیوار را به 200 کیلومتر رساند. داده‌های اولیه نشان می‌دهد که خودکشی در ایالات متحده در سال گذشته در بالاترین سطح خود در تاریخ این کشور باقی مانده است. بر اساس داده‌های موقت مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، در سال 2023 بیش از 49,300 مرد ببخشید مورد و در سال 2022 حدود 49,500 مورد خودکشی در ایالات متحده گزارش شده است. نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل از طالبان خواست که به سوی ایجاد حکومت فراگیر حرکت کند. وی گفت پاکستان از انتظارات جامعه جهانی حمایت کرده است و اسلام آباد از طالبان می خواهد که به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارد. درگیری های جدید در پایتخت سودان با حملات هوایی و حملات هواپیماهای بدون سرنشین در بحبوحه شیوع وبا تشدید شده است. ارتش سودان با هدف کنترل بخشی از پایتخت این کشور خارتوم که در دست نیروهای پشتیبان سری می باشد، اقدام به درگیری های جدید در اطراف این شهر کرده است. نمایندگان بیش از 40 کشور از گسترش روزافزون افرادگرایی، آموزه های مذهبی رادیکال و تبعیض نژادی ابراز نگرانی کردند. کشورهای یاد شده در نشستی در مسکو، پایتخت روسیه، هشدار دادند که این وضعیت ممکن است به پیامدهای فاجعه بار منجر شود.